Although she tried to stop the car. اگرچه او کوشش کرد تا موتر را متوقف سازه. She hit the man. او مرد را زیر گرفت. She was very tired. او بسیار خسته بود. But she couldn't sleep. اما او نتونست بخوابه. She was very tired. او بسیار خسته بود. Okay? She couldn't sleep او نتونست بخوابه. Although, okay, you can say, although she was very tired. بخاطر که او خیلی خسته بود. پس ببینیم ما وقتی که از but و although استفاده میکنه میایه یک result و یا نتیجه بیان میکنه. So use but and although. Okay, use but and although to show a contrast. از a و مثلا but شما گفته بیشتر استفاده بکنید یا استفاده بکنید از although but تا اینکه رسمی تر خود خود نشون بده. Okay. Or use but and although to show a contract or contrast. وقتی که شما یک تفاوت نشون بدین میایم از but و although استفاده میکنیم. Okay, although can go at the beginning or in the middle of the sentence. Although میتونه در ابتدا و یا در انتهای جملات استفاده بشه. Okay. That was the about grammar, lesson C, and time consequences. So it would be better to get back to page 18. به صفحه 18 کتاب. Okay. So we have done this part. We part of به صلاح کار کردیم و موضوعاتی که مونده به اصطلاح جزئیاتی است که به ادامه مبلغ میفردازیم به این پارت و اینها تکمیل میسازیم. Okay, so part C, complete the sentences in your own words. جای خالی همراه لغت شخصی به اصطلاح چکار میکنه و کلمات شخصی تکمیل میکنه. Then compare with a partner. سفر همراه یک پارتنر به اصطلاح چکار میکنه؟ معرفی میکنه. Okay. So now let's see what we have in here. Complete the sentences in your own words. Then compare with a partner. شما جملات خور به اصطلاح با لغات خود خور اونا تکمیل بکنیم. بعد همراه با یک پارتنر اونها تصحیح بکنیم یا Sorry. Here, that is, complete the sentences in your own words, then compare with partner. جملات رو با لغات خودتون تکمیل بکنین. بعد از او به اصطلاح بیان جملاتی که ساختین رو همراه با دوستان خود مقایسه بکنین یا همراه با همسنفیان خود مقایسه بکنید. 1. They fell in love on their first date. 2 months later. بعد از این شما میتونین که یک لغت دیگه بگذارین تا این جمله تکمیل بشه. میگه آنها عاشق هم دیگه شدن در اولین ملاقاتی که با هم داشتن. 2 ماه بعد آنها چه کار کردن؟ چی شد؟ اینجا مشخص میکنن. 2. I went to bed early last night because من شب گذشته دیر به رخت خواب رفتم به خاطری که جای خالی رو مشخص میکنن. The weather was beautiful so we decided to. آب و هوا خوب بود، زیبا بود، بنابراین ما تصمیم گرفتیم که مثلا چیکار کنیم. It was really cold that night and when I woke up next morning. آن شب واقعا هوا سرد بود و when I woke up next morning وقتی که من صبح بعد از خواب بلند شدم
یک تکمیل کننده شما به اینجا باید قرار بدین به آخر از این جملات که این جملات صحیح بشه و معنی مفهوم از اونا تکمیل بشه و میتونه از خود خود اضافه بکنه، مشکلی نداره که حتما باید بگردین جای باشه، نه میتونه با توجه به چیزی که میخونین شما تصمیم بگیرین یک تکمیل کننده برای از این مشخص کنه. Although we didn't play well in the final، اگرچه میگه ما خیلی خوب در بازی فاینال بازی نکردیم، بعد از او مثلا میگیم we can won، ما تونستیم، we could won، ما تونستیم که پیروز بشیم. I was driving along the motorway listening to the radio suddenly. من میگه در حال به اصطلاح رانندگی کردن بودم در همو مسیر راه و در همیج اسنا به رادیو هم گوش میکردم در جاده که به اصطلاح ناگهان چه اتفاقی افتاد. Okay, so let's go to the next part and see what we have. Okay, and seems that this page is finished and we have to go to the next page. Part 2, what we have, that is pronunciation, تلفظ, word stress, فشار لغات. A stress in two syllable words, فشار در دو سیلاب لغات. Approximately 80% of two syllable words are stressed on the first syllable. به صورت تقریبی یا تقریبا 80% از کلمات دو سیلابه فشار یا استرس آنها در سیلاب اول هست. Most two syllable nouns and adjectives are stressed on the first syllable. به اصطلاح اسم ها و صفاتی هم که مثلا دو هجایی هستن و یا دو سیلابه هستن، یعنی اون فشار یا استرسی که هست روی سیلاب اول از اونا هست. Example: mother, happy. However, many. See, mother قسمت اول از مثلا فشار داره، سیلاب اول ما د ها پی. However, اگرچه many two syllable verbs and prepositions or connectors are stressed on the second syllable. اگرچه میگه دو سیلابه های افعال دو سیلابه زیادی و پرپوزیشن ها و ربط دهنده ها یا کنکتور ها، همه اینها استرس رو در قسمت دوم یا سیلابل دوم خود دارن. به عنوان مثال arrive, behind, before. So underline the stress syllable in these words from the story. لغاتی رو که از داخل استوری اصطلاح بیرون نوشته شده در این قسمت، شما اینا رو بیاین سیلابل از اینا رو مشخص بکنین. Across, after, again, along, although, awful, because, birthday, evening, invite, perfect, second. You can listen and check. Listening هم داره، میتونه متناسب بازو گوش بکنین و چک بکنین، ولی باز در اون قسمت شما با توجه به مطلبی که در بالا خونده بایستی که دقت لازمه رو داشته باشیم که فشار یا استرس روی لغات هست در کدام قسمت از او واقع شده.